یکی از بینندگان این برنامه به من نوشته شما در گفتارهاتان واژه پرسون را بسیار به کار میبرید و هر بار اضافه میکنید دقیق. پس پرسون به معنای دقیق است، ولی این واژه از کجا آمده و چرا آن را به جای دقیق به کار میبرید؟ در گذشته درباره خواستگاه و ریشه شناسی واژه پرسون سخن گفتم. در اینجا در پاسخ به این بیننده دوباره به آن میپردازم. هدف این نیست که ما واژه عربی دقیق را که همه میشناسند برداریم و واژه فارسی را جایگزین آن کنیم. مسئله ژرف‌تر و بنیادی‌تر از این هاست. داستان از این قرار است که در ترم شناسی دانش‌های فیزیکی در زبان‌های اروپایی سه بگرد یا کنسپت بسیار نزدیک به هم ولی متفاوت وجود دارند که برای آنها در فارسی برابری نداریم. این سه بگرد عبارتند از پرسیژن یا صفت آن پریسایز، دوم اکیورسی صفت آن اکیورت و سومی اگزکتنس اگزکت که درباره هر یک از آنها توضیح خواهم داد. ما در ترم شناسی یا زبان علمی فارسی باید برای هر یک از این سه واژه برابر روشن و نامبهمی داشته باشیم، حالان که همکنون هر سه بگرد را دقت دقیق ترجمه می کنم. از اینها گذشته نکته مهم این است که اینها از بگردهای بنیادین دانش‌های فیزیکی هستند و ما باید برایشان برابر فارسی داشته باشیم، وگرنه در ساختن مشتق‌های آنها دچار مسئله خواهیم شد. ما نباید در بیان بگردهای بنیادین اندیشه چه در دانش‌ها چه در فلسفه دست به دامن زبان‌های دیگر شویم، نه زبان‌های اروپایی نه عربی. ما هنوز از زیر بار سلطه فلج کننده عربی قد راست نکرده ایم. از این گذشته عربی نمیتواند به ما کمکی کند، چون خود آن همکنون مسئله های بسیار برای بیان دانش های نوین دارد. به احتمال دشواری های عربی برای بیان دانش های نوین در مقایسه با فارسی بیشتر و بزرگترند. بنابراین منطقی نیست که ما همچنان وابسته بمانیم به عربی که در تولید دانش‌های نوین و فلسفه سهمی ندارد. ما یا برای این ترم‌های علمی برابر فارسی می‌سازیم یا همانها را از زبان انگلیسی می‌گیریم. ولی این راه حل دوم کار نادرستی است. نباید یک بار دیگر همون اشتباهی را که با عربی کردیم و تیشه به ریشه فارسی زدیم این بار با انگلیسی کنیم. نخست ببینیم پریسایز به چه معناست و چرا با آن پرسون میگویم. واژه پریسایز در انگلیسی در اصل از فرانسه میانه پرسی میآید، از لاتین پرایکیسوس به معنای بریده قطع شده، از مصدر پرایکیدره بریدن کوتاه کردن، از پیشوند پرای به معنای پیش جلو زود برابر که در بسیاری موردها پیشوند تأکید است و کیدره به معنای بریدن که معنای تعیین کردن تصمیم گرفتن را هم دارد. در فارسی هم چنین است، بریدن به معنای تعیین کردن هم به کار می رود. مثلا می گویند برای او 2 سال حبس بریدند یا نرخ بریدن برای چیزی. بریدن در انگلیسی و فرانسه و آلمانی هم معنای تعیین کردن را می‌دهد. در انگلیسی to cut a deal توافق کردن، در فرانسه ترانشه تصمیم گرفتن تعیین کردن، در آلمانی entscheiden تصمیم گرفتن طلاق دادن از scheiden بریدن. خلاصه کنیم پس precise در اصل به معنای بریده قطع شده است. پرسون هم به معنای بریده کاملا بریده است، از پیشوند پر که دیسه است از پیرا به معنای پیرامون گرد اطراف. این پیشوند به طور مجازی معنای کامل و تمام را هم دارد، چون با گرفتن دور چیزی آن چیز کاملا در بر گرفته می شود. این بود درباره پیشوند پر. اما سون به معنای بریدن تیز کردن است در فارسی کلاسیک و در زبان‌های ایرانی. در کردی سورانی سون
سو به معنای تیز کردن است. در کردی کرمانجی با پیشوند ه میآید حسون، تیز کردن. در فارسی ادبی هم با پیشوند به صورت فسان و افسان و اوسان به معنای تیز کننده، سنگی که با آن تیغ و کارد را تیز می کنند. در فارسی بی پیشوند هم به کار می رود. سان، سنگ تیز کردن تیغ و کارد. سون، سان از ستاک اوستایی سی یا سا می آید به معنای بریدن. در سانسکریت سا. پرسون همچنین با توجه به واژه سانسکریت پری چدا ساخته شده که به معنای دقیق است. از پری، همون پیشوند پر، پیرای فارسی، و چدا به معنای برش، از چید به معنای بریدن، شکافتن. پس اگر پریسایز پرسون باشد، پریسایزنس می شود پرسونی و پریسیژن پرسونش. برای مصدر فرانسه پرسیزه هم برابر خواهیم داشت، پرسونیدن، که در انگلیسی specify است. نخواست ببینیم precision یا پرسونش در فیزیک چیست. در فیزیک ما با اندازه‌گیری سر و کار داریم، آن هم نه یک بار بلکه بارها، تا درباره نتیجه اندازه‌گیری مطمئن باشیم. پرسونش رابطه میان این اندازه‌گیری‌های گوناگون است که در شرایط یکسانی انجام می‌شوند. پرسونش عبارت است از میزان همانندی این اندازه‌گیری‌ها. اگر عددی که هر بار به دست می‌آوریم تفاوت چندانی با نتیجه اندازه‌گیری‌های دیگر نداشته باشد، اندازه‌گیری پرسون (precise) نامیده می‌شود. اندازه‌گیری می‌تواند پرسون باشد ولی از واقعیت به دور. برای روشن شدن موضوع نمونه ای بیاوریم. فرض کنید که کسی 40 سال داشته باشد و در جمعی که سن او را نمی دانند از 5 نفر بپرسند بنابر حدس آنان او چند سال دارد. اولی می گوید 51 سال، دومی 52 سال، سومی 50 سال، چهارمی 49 سال، پنجمی هم 49 سال. می بینیم که این برآوردها بسیار به هم نزدیکند. چنین رشته اندازه‌گیری ها را پرسون می نامیم، ولی میانگین آنها از واقعیت که 40 سال باشد دور است. چیزی که با واقعیت سر کار دارد اکیورسی است. اکیورسی نشان می دهد که تا چه حد نتیجه های برآورد به اندازه واقعی کمیت نزدیکند. باید دانست که اکیورسی برای همگان انگلیسی زبان همان معنای پرسیژن را می دهد. یعنی بیشتر مردم در زبان روزانه آنها را مترادف هم به کار می‌برند، ولی در ترم شناسی پرسون دانشی آنها دو معنای گوناگون دارند. در همین مثال برآورد سن گفتیم که آن شخص 40 سال دارد. اگر کسانی که سن او را حدس می‌زنند بگویند 41 42 39 40 و 39 سال، می‌بینیم که این برآوردها بسیار به واقعیت نزدیکند. پس نتیجه اندازه‌گیری اکیورت است و چون همه عددها به هم نزدیکند در ضمن پرسون است. ما باید در فارسی برای بگرد یا کنسپت اکیورت واژه داشته باشیم. من واژه رشمند را به کار میبرم، از رش و مند. رش از اوستای رز به معنای درست کردن، تصحیح کردن. رش همریشه است با واژه راست در فارسی به معنای درست. پس اکیورت می شود رشمند، اکیورسی می شود رشمندی. در همین مثال سن، اگر برآوردها عبارت باشند از 25، 37، 47، 49 و 49 سال، میانگین برآوردها به واقعیت نزدیک است. پس رشمند است ولی پرسون نیست، چون داده ها پراکنده اند. قصد ندارم که با واژه های ناشناخته سرتان را درد بیاورم، ولی بد نیست بدانید که فزون بر پرسیژن و اکیورسی یک بگرد دیگر هست که ما در فارسی برای آن برابری نداریم و آن اگزکت است. پیش از آن که ادامه دهم باید گوشزد کنم که ترجیح میدم در گفتارم چیزهایی بگویم که آموزنده باشند. اگر سخنان من درباره چیزهایی باشند که همه میدانند، به نظرم استفاده خوبی از وقتی که در اختیارم گذاشتند نکردم. هم وقت شنونده را تلف کردم، هم وقت خود را. به ویژه اینکه دریافت چیزهایی که میگویم چندان دشوار نیست. بسیار جوانان ایرانی تشنه اینند که سر نخ را به دستشان بدهیم. به بگرت اگزکت
برگردیم که در چند مورد به کار می رود. برای نمونه در exact number. exact number را نباید با integer number عدد صحیح اشتباه کرد که چیز دیگری است. من در فرهنگ اخترشناسی و اخترفیزیک برای exact واژه رزین را به کار می برم که در ده خدا هم آمده به معنای محکم و استوار. رزین هم ریشه است با رشمند. برای نمونه یک متر 100 سانتی متر است. 100 در اینجا عدد رزین است. یا در کلاسی تعداد دانشجویان 25 است، نه یکی کمتر نه یکی بیشتر. 25 در اینجا عدد رزین است. اگزکت همچنین در اگزکت ساینس به کار می رود. در فارسی به آن دانش دقیق می گویند، یا در گذشته به پیروی از عربی جمع آن را علوم دقیقه می گفتند. اشکال این است که در فارسی دقیق را چنان که گفتم برای precise به کار میبرند و برابر دانش دقیق در انگلیسی میشود precise science که چیز دیگری است و با exact science تفاوت دارد. من به exact science دانش رزین میگویم. واژه دیگری که در دانشها به ویژه در ریاضیات و منطق به کار میرود rigorous است که با بگردهای یاد شده مربوط است ولی با آنها یکی نیست. استاد میر شمسدین ادیب سلطانی در برابر ریگورس واژه فرسخت را در فارسی به کار برده است. پس میبینید مسئله تنها فارسی گرایی نیست، مسئله توانمندسازی فارسی با مشخص کردن و شناساندن بگردهای گوناگون و نزدیک به هم در دانشهای نوین است. در این پروژه من واژه‌های عربی را به کار نمی‌برم، زیرا این واژه‌ها می‌توانند با خود معناهای سنتی گمراه کننده و مبهمی را یدک بکشند و در کار پرسونش اشکال ایجاد کنند. ما در گذشته شاهد چنین گمراه‌هایی بوده‌ایم. دو نمونه آنها این هاست: گذاشتن واژه عرف در برابر لایسیته و ملت در برابر نسیان. چنین گزینش هایی خراب کردن از محتوا تهی کردن و مخدوش کردن این بگردها یا کنسپت های نوین را به دنبال داشته است. در این باره گفتنی هنوز بسیار است ولی وقت امروز ما به پایان رسید.